جدا از سختی باسای الدن رینگ، بعضیاشون هستن که هممون دوستشون داریم و در 90% مواقع نمیدونیم چرا همیشه توی ذهنمون میمونن. شاید هم به خاطر نفرتی که از بعضیاشون داریم از ذهنمون پاک نمیشن. من کلا دوستشون دارم، ولی توی این ویدیو میریم سراغ همین باسا. اولین باسمون لارتا نایت آف ده هالک تری هستش. فکر کنم انتظارشو نداشتین، ولی کلن باسایی که سنتینل هستن و با اسبشون بهمون حمله میکنن و من یکی خیلی دوست دارم. اولین باسی که باش فایت دادیم هم یه اسب سوار بود، یکی هم دم در لیندال کشتیم و آخریش هم توی هالیک تری که این یکی از سورسوریای بازی هم میتونست استفاده کنه. تقریبا 90% اتکاش با همین سورسوریای فوق قدرتمندیه که دارا هستش. جا خالی دادن از دست این تیرکمون سشاخش هم واقعا مهارت میخواست، وگرنه ممکن بود با یک ضربه کارکترمون نفله بشه. مشکل من با این یکی این بود که از یه فاصله خیلی خیلی دورم باز میتونست بره رو اعصابم. در نهایت هم وقتی حساب اتکاش دستتون میاد و حالا میدونین کدوم اتکاش طولانی ترن و میشه بعدشون به باس حمله کرد، دیگه نبرد خیلی لذت بخش در میشه، چون یاد گرفتیم استقامتمون رو مدیریت کنیم در برابرش. ولی تا وقتی خونش پره لذت بخشه. به نصفه که میرسه یه سری اتکای قدرتی هم میزنه که بلاک کردنشون استقامتتون رو یه جا میبلعه و میتونه وانشاتتون کنه، فقط جا خالی. ولی در کنار این اتکای قدرتمندش یه سری موقعیت جدیدم واسه حمله به وجود میاره واسمون که وقتی ازشون استفاده میکنیم احساس میکنیم یکی از نخبه ترین پلیرهای الدن رینگیم با این حملات حساب شدمون. کلن باس فایت یکی از بالانس در این باس فایت هاییه که توی الدن رینگ دیدم، واقعا به نظرم حرف نداشت. هر چقدر بره رو مختون بازم توی دور بعدی دلتون میخواد یه طور دیگه باش فایت بدین، خستتون نمی کنه. حقیقتش از این اولین اسب سواره خیلی خوشم نیمد، میزنه تو ذوق پلیر، ولی این هالیک تریه چون واسش آماده بودم خیلی خوب بود. کلن گفتم بهتره بیارمش توی ویدیو، حیفه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین با لایک کردنش بهم کمک بزرگی میکنین بچه ها. اما باس بعدیمون، باس های بعدیمون رادگان و الدن بیست، یکی از طولانی ترین باس فایت هایی که میتونین توی بازی تجربه کنین. اولاش من یکی فکر کردم سازنده ها اشتباه کردن این دوتا رو با هم قرار دادن. از اونجایی که این دوتا باس سر تا پاشون همه چیشون با هم متفاوته، ولی تا وقتی هر دوشون رو توی یه دور نتونین بزنین و بمیرین باید دوباره از اول شروع کنین. رادگان باس تقریبا سریعیه، ولی دیگه خیلی سریع نیست. اتکاش قدرتمندن و به منطقه دمیج وارد میکنن، ولی از اون طرف بیشترشون رو میشه خیلی ساده بلاک کرد و کلی بهش دمیج داد. خونش هم اونقدری زیاد نیست که 2 ساعت بشینیم تحملش کنیم. تمامی اینا دست به دست هم میدن تا یه نبرد محشر رو واسمون رقم بزنن. بعضی از اتکاش تأخیری هن و بعضی از اتکاش هم 2 تا فاز دارن. اول میزنتشون و جاخالی میدیم، ولی بعدش اثر اتکش که روی زمین مونده منفجر میشه. تنها چیزی که رادگان رو منحصر به فرد میکنه تلپورت کردنشه. اینشو من خیلی دوست نداشتم، چون بعضی مواقع دقیقا بالای سرم تلپورت میکرد. این هیچی حالا کلن. اینجاش جالبه که از همون جا یکی از اتکایو میزد که به منطقه دمیج میده. مرد حسابی که واقعا معلوم نیست مردی یا زن، خب این چه وضعشه، من نمیبینمت. بعد از این اتکاش میشد خیلی سری باسو گیج کرد از اون طرف و کلن همینش خیلی خوب بود. انتقاممون رو میتونستیم بگیریم ازش. موزیکش واقعا شوکه کننده بود، چون منو دقیقا یاد دقایق اولی که وارد بازی شده بودم مینداخت. ولی خب الدن بیست زمین تازمون با رادگان فرق داشت. موزیکش بیشتر فضای رویا و کمی غم توش داشت به نظرم. اتکاش و اسپلاش هم به طور حیرت آوری متفاوتن. معلوم نیست با خودش چند چنده. یه بار میخواد کلن تن به تن با اون مبارزه کنه، یه بارم دلش میخواد از دور هی بره رو مخمون مثل پشه، هی هم مثل ماهی میره این ور اون ور از بعضی از اتکاش، ولی از اون طرف خوشم میومد. یکیش همین حلقه هایی بود که باید از روش میپریدیم. ولی بعضی از اتکاشو اصلا دوست نداشتم، مثل اونایی که تأخیری بودن. از همه بدترم از این اتکه که میاد یه سری ستاره کوچیک به وجود میاره بدم میاد، متنفرم. چند تا ستاره که نورشونم تو چشمتونه اگه شب بازی میکنین و یه 30 ثانیه‌ای میان دنبالتون تا بهتون دمیج بدن. باس هم توی این 30 ثانیه کلن وله، هر کاری دلش بخواد میکنه، هر اتکی دلش خواست میزنه. میگه به من چه میخواستی جا خالی بدی؟ خب چطوری؟ وقتی هم میمیریم و میخوایم انتقاممون رو بگیریم دوباره باید از جنازه رادگان رد شیم. کلا باسای غول پیکر الدن رینگ اینجوری هن دیگه.
پشه هم حسابتون نمی کنن. همین این باسا حداقل یکی از حرکاتشون هم اینه که یهو فاصله شونو با پلیر کلی زیاد میکنن. واسه الدن بیست اینطوریه که بعد از اینکه ازتون دور شد حالا باید اول صبر کنین ببینین تصمیم میگیره تن به تن باهاتون مبارزه کنه یا بره سراغ اسپلاش. نمیدونم چرا از اسبمونم نمیتونیم اینجا استفاده کنیم. بعضی جا میشه بعضی جا هم نمیشه. بیشتر ردگان باعث شد به این باس فایت هم اشاره کنم. ولی از حق نگذریم، حسی که بعد از شکست دادن الدن بیست میگیریم بی نظیره. کافیه بعدش برین تو خیابون، حس میکنین از هر احد و ناسی قوی ترین. میتونین یه ساختمون رو بیارین پایین با دستاتون، آرنولد باید لونگ بندازه جلوتون، ماشینا باید از تصادف کردن باهاتون بترسن چون ممکنه راننده کشته بشه، کلن اینجوری. اما باسه بعدیمون ستارز کریج ردان قطعا باید توی ویدیو می آوردمش، نه فقط به عنوان یکی از بهترین های الدن رینگ بلکه یکی از بهترین های فرام سافتور. با یه سری جنگجو همراه میشیم تا با خلاص کردن ردان به رنج بی پایانش خاتمه بدیم. نبرد بالانسی هم هستش، حس خوبی داره، توی کویرم انجام میشه، جایی که تنگ و ترش نیست و دست و بالمون خیلی خیلی بازه. تنها جایش که رو مخه اون جایی که باید خودمونو بهش برسونیم چون هی با تیرکمونش بهمون اتک میزنه. ولی به نظرم کلن ارزشش رو داره. برخلاف الدن بیست در برابر ردان میتونیم از اسبمونم استفاده کنیم. وقتی نبرد و با اسبم ادامه دادم فهمیدم چقدر میتونه آسون تر بشه شکست دادن باس، حتی از دست بعضی از اتکاشم چون سوار اسبی میتونیم در بریم. وقتی هم تقریبا خونشو به نصفه میرسونیم میزنیمش زمین، هوا میره، هیچ کی هم نمیدونه تا کجا میره. حالا ردانو نداریم، باید اسبمون رو صدا کنیم. اینجا هم بازی بهمون یه هدیه میده، ردانو میندازه تو بشقابمون. مشکل اینه که ردان اصلا متوجه نیست داره بامون فایت میده، عقل خودشو از دست داده. اما باسه بعدی که هنوزم نمیدونم چرا باسه مورد علاقمه، هورالو. وقتی واسه بار دوم گادفری رو ملاقات میکنین قشنگ حساب کار دستتون میاد که از اول بازی وقتی با روح طلایش جنگیدین چقدر توی بازی پیشرفت کردین. از اتکایی که با تبر سنگینش میزنه و زمین رو به لرزه در میاره خیلی خوشم میاد. از اینکه میتونیم از روی تمامی این زمین لرزا بپریم و جا خالی بدیم هم خوشم میاد. یکم که از نبرد میگذرم میبینین یهو یکم عصبی تر میشه و سرعت اتکاشو افزایش میده، هی هم ازتون دور میشه و بهتون اجازه نمیده بهش دمیج بدین. ولی خوشبختانه وقتی یه موقعیت مناسب پیدا میشه میتونیم خیلی ساده بهش دمیج بدیم و این پروسه رو هی از اول تکرار کنیم. بعدش هم زمین لرزاش دیگه کل منطقه رو فرا میگیرن و کارو واسه پلیر مشکل تر میکنن. اما چیزی که به نظرم حساب گادفری رو کلن با باسای دیگه جدا میکنه خشم و شدت تهاجمی بودنش توی فاز دومه، وقتی که دیگه تبری در کار نیست و باید حواستون به کل بدنش باشه چون با همه چیز بهتون حمله ور میشه. اولاش ممکنه حتی غیر ممکن به نظر بیاد، ولی به نظر من یکی از بهترین نبرداییه که میشه تجربه کرد. با جون و دلش داره باهاتون میجنگه. تنها اتک هایی هم که خیلی باید مواظبشون باشیم همونایی هم که باشون میتونه بگیرتمون. اینجور اتک ها رو معمولا از فاصله دور میزنه و تأخیری هم میزنه که اگه توی دامشون بیافتین از مورتال کمبت بدتر از روزتون در میاره. حتی کار به جایی میکشه که زمین رو منفجر میکنه کلن با قدرتش. بدشانسی من این بود که وقتی تبدیل به هورالو میشد خونش دوباره کامل پر میشد. نمیدونم چرا. حساب کنین چقدر باش فایت دادم و همینم فکر کنم باعث شده بشه باس مورد علاقم. خیلی زلزل است. اما باس بعدیمون دراگن لورد پروسدوس اکس، الدن لورد اژدهایان بازی که تمش کلن مخصوص خودشه، از دیزاین منطقه و اتکای باس تا موزیکش. خوبی این باس اینه که نمیاد مثل بعضیا هی پشت سر هم از سائقه استفاده کنه، نه خیلی زیاد استفاده میکنه نه خیلی کم، بالانسه. خیلی راحت میشه رفت پشتش و بهش دمیج داد، فقط باید حواستون به سائقه هاش باشه. کلن میشه خیلی راحت اتکاشو پیش بینی کرد. توی بیشتر مواقع اتک زدن از پشت کلن جواب، دومش رو هدف بگیرین. نصف بیشتر همین اتکا رو هم میشه خیلی ساده جا خالی داد از دستشون. واسه بقیه اتکاش هم کافیه یکم قلقش بیاد دستتون. توی فاز دومش هم فضای منطقه تغییر میکنه و نبرد و شوکه کننده تر میکنه. اتک هایی که اینجا میزنم باز میشه خیلی ساده توی ثانیه آخر از دستشون در رفت و هیچ دمیجی هم نخورد، دومش رو هدف بگیرین. باز با این کار میتونین خیلی ساده کلی دمیج بهش بدین. جایی که ممکنه باس بره رو مختون وقتیه که تصمیم میگیره
از تلپورت کردن بیشتر استفاده کنه، خیلی بیشتر. اچ پیش هم نسبتاً زیاده، ولی دمش بچه ها، دمش. چرا واسش دم گذاشتین؟ خب شکست دادن الدن لورد اژدهایان کلن خیلی کیف میده. هر باسی توی این بازی یه داستان معرکه پشتشه. اگه میخواین با داستان باسهای بازی آشنا بشین، با کلیک روی صفحه میتونین ویدیوی مربوط بهش رو تماشا کنین. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فرول.